با درود بسیار به همه یاران ایران فردا، یاران خوب، صمیمی، صادق. من نمیدونم، شاید اغلب شما اینو پذیرفتید، بعضی هم ممکنه نپذیرفتید. خیلی این روز رو دوست دارم، روزی که مینشینم پیام های شما رو گوش میدم و به اون پیام ها در حد به قول علما بضاعت مزجات پاسخ میدم. این بعضی ها البته از دیرباز به من میگفتن آقا برنامه زنده بگذار که تلفن ها زنده پخش بشه. من هیچ مشکلی در پخش زنده تلفنی ندارم، به خصوص در برنامه خودم اگر زنده وقتی روزایی که میرم میتونم تلفن زنده پخش کنم. اما یه اشکالی تلفن زنده داره. دوستان ذوب شده در ولایت شروع میکنن، 50 تاشون میان خطا رو میگیرن. یک بار شما میبینی 1 ساعت از برنامه هدر شد به حرفای لغو و بی اساس. من کار دیگه کردم، گفتم پیامهای شما رو قبلا گوش نمیدم. آرش مسئول این کاره، پیام ها رو میفرسته. گاهی اوقات یه پیام میفرسته میگه آقا این خصوصیه، این پیام مال آقای چالنگیه، این پیام مال آقای سخنه. من اونو مستقیم بدونه که خودم بشنوم براشون میفرستم و دیگه تو برنامه پخش نمی کنم، چون پیام خطاب به اونهاست، بنابراین خودشون باید بشنون، من حق ندارم بشنوم. صادقانه اینو بهتون میگم، به هر آن کس که باور دارید، هرگز پیام ها رو قبلا نمیشنوم و گاهی خودم اینجا به قول معروف سورپرایز میشم و ولی پیام ها میاد، تعریف، تمجید، انتقاد، حمله، هر چی باشه پخش میشه. حالا اگه تعداد حمله کنندگان کمه گناه من نیست، لطف شما به ایران فردا، من و همکارانم هست. حضورتون عرض کنم داریم میرسیم به سال چهارممون. 3 سال پایداری کردیم، دوام آوردیم. امیدوارم سال چهارم با برنامه‌هایی که ریختیم، طرح‌هایی که داریم، سال موفقی باشه. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، من هیچ پیامی رو که یعنی همینجوری که دارم میشنوم، اگر این پیام درباره تلویزیون دیگر یا افرادی باشه که در تلویزیون ایران فردا نیستن، من این رو پخش نخواهم کرد. اینو از حالا میگم، چون بعضی از دوستان درباره همکاران ما درباره تلویزیون‌های دیگه میگویند و من خب معذورم، چون هر پنجره‌ای رو رو به خانه پدری من یک پنجره لازم و واجب میدونم. بعضی خوششون میاد از یه برنامه، بعضی از برنامه دیگه. ما در حال جنگ و دعوا نیستیم. این بازی که متاسفانه در لس آنجلس شد هرگز به ایران فردا راه پیدا نخواهد کرد. هیچ کس رو من تخته‌ای نمی‌کنم. با هیچ کس ما جنگ و دعوا نداریم. تلاش ما اینه که در خدمت حقیقت باشیم. اگر بتونیم، این دوستی برای من نوشته بود از برنامه‌های فرهنگی تعریف کرده بود، باور کنید وقتی سیاست از سایه فرهنگ برخوردار شد آدم نمی‌کشه، پرونده نمی‌سازه، توطئه نمی‌کنه. شما این چیزی رو که در ایران داریم می‌بینید نشان بی‌فرهنگی هیئت حاکم است. همه چیز رو سیاسی میکنه، طرف عدسه میکنه میگه این به امریکا علامت داد. این بیماریه، این نشان یک روان پریشانه. ولی یک روان سالم، یک روح سالم هرگز عدسه میکنه عافیت باشه. خب بریم به پیام های شما گوش بدیم. من زیاد حرف نزدم، هفته پیش من خیلی حرف زده بودم. ببینیم شما برای ما چه داری. با تشکر از برنامه های خوبتون، من میخواستم خدمت آقای شاهین‌پر عزیز با سواد با مطالعه عرض کنم که آقا شما معهد این یار دبستانی ندارین دیگه، چون شعورش هنزه بچه دبستانیه، مطالعهش هم همونقدر. شما ما با یه عطقی میشینیم حرفای شما رو گوش بدیم، باز این با صحبت از این میکنیم این میخواه این رو راه نمایی کنیم، این نرود میخواهن این دستنگ. لطفاً برای منو بپذیرون، فرمایشات خودتون رو بفرمایین که ما لذت ببریم. میدونها آدم میشنن پای تلویزیون حرف شما گوش بدن،
شما این مدرک رو صحبت شو میکنین، بعدم چی میگن که میگه گاوان و خران و باربرده، بعد بهش بگین جواب ابلهان خاموشیست. واقعا ابلهه. با سلام و درود فرمان خدمت همگی کار کنم. بانوی گرامی، اولا این آقای رضوی که اشاره می‌فرمودید یکی از وفادارترین بینندگان ماست، تمام برنامه رو می‌بینه، راجع به همه اظهار نظر می‌کنه. منم مستقیم می‌فرستم پیش اون کسی که اظهار نظر کرده، ایمیل می‌کنن ایشون برای من. و ناصر شاهین‌پر هم خیلی دوست داره، تمام برنامه‌شو با دقت می‌بینه و اظهار نظر می‌کنه. شاید تقصیر من باشه که اینا رو برای ناصر میفرستم، برای اسدالله میفرستم، برای دوستان دیگر میفرستم، به خاطر اینکه دقت داره، میشینه نگاه میکنه. حالا با دیدگاه هایی که داره از نظر اون یه چیزی ممکنه خوب باشه یا بد باشه. بگذارید یه کمی این فلکسیبیلیتی رو داشته باشیم، انتقادم گوش بدیم، پاسخ انتقادم بدیم، هیچ اشکال نداره. ممنونم ازتون. هموطن بعدی. جناب آرش خان گل، سلام دارم به شما، دوست گرامی، و تشکر از این که شما تمام پیام ها رو با آقای نوریزاده میرسونید و ایشون خودشون انتخاب میکنن کدوم جواب بدن یا ندن. من از طریق دوست مشترکمون مطلع شدم که شما صمیمیت و وفاداری خودتون رو به بینندگان ابراز میدارید و انتخاب رو برای آقای نوریزاده به عهده خودش می‌گذارید، و من متاسفم که ایشون با دودوزبازی و فرافکنی سعی میکنن که مسئله رو وانمود بکنن که دور از این جریان سانسور هستن و تمام پیامو پخش میکنن. به هر حال حرف من اینه که این دوست گرامی ما آقای نوریزاده که این آقای گروپ به قول معروف تر میکنه و خوش میکنه برای مردم و دلسوزی میکنه با به وضع ناهنجار و فسادی که در این جامعه هست، اول باید به خودش مراجعه بکنه، بعد دل بسوزونه برای این رژیم که فقط یک قلم ایشون هر شب کت شلوار آخرین مدل گوش، امروز دیگه اثر رو مرن شمس زندگی اشرافی ایشون و بدون توجه به وضعیت مردم در صورت میگیره. هدف ما همینه که این چهره رو به مردم بشناسیم. دوستان قدیمی که ایشونو خیلی خوب میشناسن، به هر حال این روزی میرسه این سوال برای همه دستندرکاران شما پیش میاد که چرا آقای نوریزاده مثل سایر تلویزیونهای دیگه در خارج از کشور خط مستقیم با بینندگان خودشون برقرار نمی کنن. این فکر کنجکاو و انسانی در همه هست و بدون شک بدون جواب نخواهد بود. سپاسگزارم دوست عزیز. خوب شد راجب خط مستقیم من بدون اینکه حرف شما رو شنیده باشم قبلا گفتم، خیلی چون چندین نفر به من گفته بودن، ایمیلم زیاد داشتم، شاید هم یه ایمیل خود شما فرستادید. اما اجازه بدید در مورد صحبتاتون، صحبت شما یکیش این بود که من سانسور میکنم. خوشبختانه حرف خودتون پخش شد، پس خودتون تعارض حقیقت رو با حرف خودتون دیدید. خیلی هم بیمهر بود پیام شما، من پخش کردم، نمیدونستم همچی پیامی است. موقعی هم که داشت پخش میشد تهیه کننده برنامه من توی گوش من گفت برم موان سر تکون دادم، بنابراین پیام شما پخش شد، هیچ اشکالم نداره. اما ایرادهای شما، این که ایرادی نبود. دومی که در مورد آقای آرش که میگویید، آقای آرش همکار عزیز منه، ایشون مسئول سایت ما هست و مسئول صفحه ایران فردا و سایت خلیج فارس، یعنی کار تکنیکیشو ایشون انجام میده، محتوا ما تکنیکیشون که بگذاره تو صفحه و فیسبوک همینطور. پیام ها رو ایشون میفرستن، خود تا خودشون مشخص میکنن که این، همونجور گفتم چند تا پیام مال آقای چالنگی خصوصی، مال آقای سخنه، مال خانم گردآفریده، مال آقای اسدالله، مال آقای میبودی، اینا رو مشخص میکنه. من دوست دارم اگر همکاران من پیام ها رو شنیدن
و خواستن پاسخی بدن، همونطور که یه بار اعلام کردم، میتونن تو همین برنامه بیان و به پیام ها و به سوالاتی که ازشون میشه خودشون پاسخ بدن. حالا در این زمینه هم یه تصمیم خواهم گرفت، چون گاهی اوقات ممکنه من به عنوان مدیر اینجا موظف باشم جواب بدم. نکته بعدی راجع به کت و شلوار من و زندگی اشرافی گفتید. اینجا دلم رو به درد آوردی. باورت میشه اگه قصد دین بود موفق شد. من بیش از 14 است. بیش از 14، 14 و نیمه در مطبوعات هستم. یه روزنامه نگار بین‌المللی هم. در روز حداقل رو 3-4 تا تلویزیون عربی، انگلیسی، بین‌المللی هستم. طرف مشورت هستم. دعوت به کنفرانس ها میشم. آیا شما دوست داری که من مثلا مثل آقای احمدی نژاد برم؟ یا کاری که تلویزیون های لس آنجلس میکنن در پخش صدا شما نمیکنی؟ نه، من نمیکنم. تلویزیون من محترمه. یک بار نمیخوام از اینجا یک واژه نادرست پخش بشه. آقای عزیز، توی این 36 سالی که من تو خارجم، یک روز نشستم. از روز اول کار کردم با زجر دادن خانوادم. من به همسر و فرزندانم خیلی مدیونم. از روزی که تلویزیون اومدم زندگی من ندارم. باید اول از همه از اونا پوزش بخوام. مسئولیتی به کسی ندارم. شما حقوق منو نمیدید. یک ریالم مردم نمیدن. اون انسان آزادهی که اومد کمک کرد این تلویزیون بیاد، اون هم از من نمیپرسه که آقا چقدر خرج کردی، کت شلوار خریدی؟ نه. اتفاقا این رو بهتون بگم، من از تلویزیون ایران فردا حقوق نمیگیرم. من حقوقم رو از جای دیگه میگیرم. مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، من مدیرشم. من در روزنامه‌های عربی مینویسم، در تلویزیون ها میرم و بابت اون من دستمزد دارم. دستمزد بالایی هم دارم. اما اشرافی زندگی نمی کنم. دریغ دارید از این که من 10 تا کت شلوار اگر دارم از گذشته و امروز خوب نگرش میدارم. پیراهن هامو آویزون میکنم، اتو شده است. کراوات هامو خوب نگاه میدارم. ناراحتید از این مسئله؟ دوست داشتید منم یه نمادی بودم از اون نمادهایی که هر روز میبینید؟ محسنی اژه‌ای 110 میلیون دلار فقط از بابک زنجانی گرفته. قیافش هم نگاه کنید. اونو دوست داشتی؟ دوست داشتی تریلیاردر بودم مثل صادق محصولی اما این عمله ها میمدم جلو دوربین؟ نه. از کلاس 5 ابتدایی من کراوات زدم تا امروز. یه روز تصاویرمو بهت نشون میدم. فکر نکنی که من اومدم اینجا صاحب کراوات و پیرهن شدم. نه. من پدر ثروتمندی داشتم. زندگی خوبی داشتم. و راحت زندگی کردم تا امروز. همسر و فرزندان خوبی داشتم. پشتیبان و یار من بودن. ازشون سپاسگزارم. بسیار بهشون مدیونم. و امیدوارم واقعا بتونم قدر این محبت هاشونو بکنم. 4 نوه دارم که عاشقانه دوستشون دارم. امیدوارم بتونم در سالهای باقی مانده عمرم انسانی باشم که اگر هموطنان من به انتظار سخن گفتنم می نشینن، خانواده من هم احساس آرامش و راحتی بکنه که من در کنارشون هستم. و شما با این بیمهری میگی که من سانسور میکنم و به فکر مردم بدبخت ایران نیستم. واقعا دلمو به درد آوردی. هموطن بعدی. سلام آقای نوری‌زاده. بخواستم یه پیشنهادی بکنم، چون شما نفوذ دارین در خیلی جاها. کسی که تروریست هستن، حالا به هر عنوانی، یا کشته میشن یا زنده دستگیر میشن، وقتی اینا رو میگیرن قانون تصویب بشه که پدر، مادر، خواهر، برادر، نمیدونم زن و بچه اینا به زادگاه اولیهشون برگردنن. چون اگه 10 تا تروریست بشن، 7 تاشون به خاطر اینکه پدر مادرشون، خواهر و مادرشون یا زن و بچهشون آواره نشن از این کار دست میکشن.
زمنان چون نفوذی که شما دارید در اینجا به صورت قانون، حتی رفاقایی که این داره، حتی پدر مادرایی که هستن میتونن اطلاع بدن که بچه مای خودم انحراف داره، اگر بگن از اون قانون مستثنا خواهند شد، یعنی میتونن در اون کشور باشن، ولی اگر اطلاع ندن باید از این کشور خارج بشن. به خدا هیچ کس دیگه این کار نمیکنه. میگم اگه 10 تا باشن 7 تا این کار نمیکنن. شما وقتی میبینم من یک کار دارم میکنم، پدر مادر خواهر برادر که دانشگاه دارن برن کار میکنن، برن همه را از این کشور بیرون میکنن، پس دست به این کارا نمیزنن. این قانون کنن برای او، اگه پسر تروریست شد در عنوان شد، پدر مادر خواهر برادر اون با دیگه دست از این کاراش میکشه. خیلی ممنون جناب نوری‌زاده، خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحاتی که شما همیشه در این موضوعات داره میدین. دوست من، دو ایراد داره این مسئله. گناهکار در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری. اگر پسری مرتکب جرمی میشه در این کشورهایی که مردم سالاری اساس هست، حقوق فرد مصون و مورد حمایت هست، گناه پسر رو به پای پدر نمی نویسن. جمهوری اسلامی که نیست. پسری جزء سازمان مجاهدین بود، پدرش دریادار بازنشسته نیروی هوایی بود، پدر رو گرفتن بردن زندان و گفتن که اگر پسر بیاد پدر رو آزاد میکنه. پسر رفت، هم پدر رو کشتن و هم پسر. میخوام بهتون بگم که اینجا چنین اتفاقی نمیفته. خانواده های بسیاری از مهاجران شبه قاره پاکستان اینا به پلیس اطلاع میدن، رفتار ناجوری در فرزندانشون میبینن خبر میدن و این رابطه الان برقرار شده. مسئله آخر این که شما فکر میکنید این ایدئولوژی که ذهن رو میبلعه و انسان رو تبدیل به یه حیوان میکنه مانع از اینه که آدم در برابر پدر و مادر مثلا احساس متفاوتی داشته باشه؟ شما مگه ندیدید هفته پیش در سوریه پسر مادرش رو که نصیحتش میکرد به داعش معرفی کرد، اووردن تو خیابون به دست پسر کشتنش؟ مگه در جمهوری اسلامی مادری رو ندیدید که پسرش رو لو داد و اعدام شد؟ مگه محمدی گیلانی پسرش رو نکشت؟ اینا رو یادتون باشه. مگر آقای رجوی بچه هایی رو که پدر و مادر رو 20 سال بود ندیده بودن وادار نکرد توف به روی پدر و مادر بندازن و بهشون بگن مزدور؟ من شنیدم پدری عشق میریخ بهش میگفت مزدور. بچه های آقای میناچی، برادرزاده هاش، من دیدم تصویر رو. این ایدئولوژیه. ایدئولوژی انسانیت بر آدم نمیگذاره. ایدئولوژی تمام مبانی انسانی رو در آدم خالی میکنه، خوی سبعیت و درندگی جاش مینشینه. دیگه پدر معنا نداره، پسر معنا نداره، خواهر و برادر و مادر معنا نداره، عشق معنا نداره. ممنونم دوست من. هموطن بعدی، اولا شما که جواب میدین صدای خیلی قشنگی دارید. فقط میخواستم آقای نوری‌زاده، من از برنامه های این آقای سمین سخن خیلی خیلی خوشم میاد، از حرف زدنش، از همه چیش. واقعا علاق و انصاف برنامه بسیار قشنگیه که پخش میشه. در ضمن هنوزم آقای سازگاره اگه به دستم بیفته حتما میکشمش، هیچ چیزی ندارم، این مجاهدین میمونن واسه هم فرق نمی کنه، ولی بدونه که اگه یه روزی ببینمش صد درصد میکشمش. اینم از این. بعدشم عبدالحلیم حافظ یادتون نره، چون اون برنامه تون خیلی خیلی قشنگ بود. خواهش میکنم بذارش. بله، حضورتون عرض کنم که اصلا باورم نمیشه یک بانوی ایرانی پیام بگذاره و بگه که من آقای سازگار رو میخوام بکشم.
آقای سازگاره چیکار کرده؟ آقای سازگاره آدم کشته؟ آقای سازگاره در جنایت سهیم بوده؟ آقای سازگاره یه جوانی بوده مثل همه جوانایی که سحر شدن، انقلاب سحرشون کرد، آرزوها، ایدئالها، جامعه عدل درست بکنن، تمام اینا تو ذهنش بود. رفت تلاشش رو کرد تا اونجایی که میتونست زحمت کشید، به زندان رفت، 67 روز اعتصاب قضا کرد که جنازه‌ش اومد بیرون، پایداری کرد، حاضر نشد تسلیم بشه، بیاد تو تلویزیون و اومده بیرون. در تمام این سالها پرچم مبارزه رو گرفته و علیه رژیم داره فعالیت میکنه. انصاف داشته باشیم بانوی عزیز. چطور ما یه آدم رو به خاطر اینکه در اول انقلاب خب خیلی ها بودن خانم، همه فکر میکردن که این ره به گلستان است نه ترکستان، به مرور جدا شدن. مگه دریادار مدنی زنده یاد نبود؟ زنده یاد حسن نزیه نبود؟ زنده یاد داریوش فروغر مگه نبود که وزیر کار شد؟ اینا رو از یاد نبریم. مرد وارستهی مثل عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر بود، میخواست خدمت کنه، ولی گرفتن بردن. 25 سال از بهترین سالهای عمرش رو در زندان بود، زیر شکنجه، در بیمارستان به دست و پاش زنجیر بستن. حالا من بیام بگم آقای امیر انتظام چرا اینجاست، میخوایم بکشیمش؟ یا آقای محمد نوریزاد تا سال 88 طرفدار رژیم بود، خیلی ولایت فقیه سفت و سخت، علیه بندم 100 تا چیز نوشت. امروز دلاورانه ایستاده جلوی رژیم، باید قدرش رو بدونیم. آقای تبرزدی همینجور، امروز تبرزدی دلاورانه ایستاده و همطور سازگارا. و اینا رو از یاد نبریم، بی لطف نباشیم. سازگارا رو باید دست پشتش گذاشت، تحبیبش کرد، گفت باریکلا درود بر تو، الان راه افتادی تو امریکا، این ور اونور رژیم رو رسوا میکنی. من باورم نمیشه. اینم میدونم شما روی عصبانیت گفتید، ولی یه مقدار بنشینید به حرفاش گوش بدید. و من گفتم انشالله خیلی زود خواهید دید آقای سازگارا با هم گپ و گفت خواهیم داشت. هموطن بعدی، Would you please convey this message to Mr. Shah, Mr. Mashallah Abbasizadeh, that the sadness of President Obama was not a tears and sigh, as he said, Ashqa. This was the voice of silent majority of parents, relatives who lost their loved ones with the hand of lunatic with guns. دوست ما میتونستید فارسی هم بگید، چون پیامم داده بودید اینو به ایمیل. آقای ماشالله عباس‌زاده اشک و آه رو که گفت، مگه بد گفت؟ گفت پرزیدنت اوباما متاثر شد وقتی داشت صحبت میکرد، توهین نکرد به پرزیدنت اوباما. و واقعا اون اشک و آه برای گفت به یاد کسایی که میفته، این بچه‌هایی که کشته شدن تو امریکا، این دیوانه‌هایی که مسلسل گرفتن و همه ما متاثر شدیم. آقای عباس‌زاده متاثر شدن و ایشون خیلی زیبا هم این جمله رو بیان کردن. تعجب میکنم دوست من. هموطن بعدی، سلام علیکم. من مادر یکی از بچه‌ها هستم که در لیبرتی هست. از شما خواهش میکنم، این پیغام من حتما به آقای نوریزاده که خیلی من مشتاق دیدن برنامهشون هستیم و خیلی راضی هستیم، اینی که بفرمین از این آقای ارشدی بپرسن که این به چه وسیله ای از اونجا اومده بیرون، که ما بلکه یه راهنمایی باشه برای بچه من یا بقیه بچه ها. خیلی خیلی ممنونم از لطفتون. اگر اینه حتما سوال میکنم جواب منو بدیم. متشکرم. مادر گرامی، با درود به شما. آقای ارشدی زمان درازی است که بیرون اومدن، چون همون موقعی که آمریکایی‌ها حمله میکنن از فرصتی استفاده میکنن، میان بیرون و بعد موفق میشن از عراق خارج بشن. من حدود 1 ماه قبل با آقای جبوری رئیس پارلمان عراق صحبت کردم
و یکی از موضوعات مورد بحثمون مسئله مجاهدینی بود که در لیبرتی هستن و بهشون گفتم چرا کمک نمی کنید که اینا بیان بیرون. گفت متاسفانه ما حتی طرحی در پارلمان مطرح شد و ما دلمون میخواد به اینا کمک بکنیم، اما ظاهرا خود سازمان علاقه به این کار نداره، پیگیر کار به این صورت نیست، بیشتر میخواد اینا رو اونجا نگه داره و ما ترجیح میدیم اینا برن بیرون. کمکشون هم میکنیم، برای اینکه اینا اگه برن بیرون ما اونجا یه دردسر وابستگان به جمهوری اسلامی رو نخواهیم داشت که هر از گاهی به اینا حمله بکنن. دفعه گذشته تعدادی از ماموران خود ما هم کشته شدن. آقای رجوی اینا رو گروگان اونجا نگه داشته و میخواد از شرشون خلاص بشه. یک ذره اگر غیرت ایرانی و انسانی در وجود ایشون بود بسنده نمیکرد به 40 تا برن آلبانی اونجا هم چارچشی مراقبشون باشه. اینا میتونستن به فرانسه برن، به انگلیس برن، بعضن پناهندگان این کشورها بودن، تفلکا فریب خوردن پشتن رفتن عراق. چشم مادر گرامی، از آقای ارشدی هم خواهم پرسید که چه راهی وجود داره. هموطن بعدی، امروز 17 دی روز آزادی بلوان به وسیله رضا شاه کبیره. به نیرزاده بگی. بله دوست عزیز، به من گفتن، خودم من پیگیر بودم اون روزم، در برنامه راجبه موضوع اشاره کردیم، در برنامه های دیگه هم اشاره شد، تفسیر خبر و جاهای دیگه. روز بزرگی است و هرگز از یاد ما نخواهد رفت. هموطن بعدی، با درود نسبت به آقای فنین سخن نظر جوان نسک از برنامه، ولی جرایی داشتم من روز این برنامه یه روز شما هشتم جامعه شما 10 ترانه عربی پخش کردین توی این برنامه که اصلا من تعجب میکنم که خوب نفهمیدم به چه دلیل. خب میتونستین ژاپنی پخش کنین، از چین میتونستین، از گینه بیساو میتونستین، این که خب طبق معمول یا فارسی خودمون یا فرانسه انگلیسی برای چیز که به تبدیدانی بچسبه، حالا از عربی هم خب میکنین یه دونی کافی بگیرم دست داخل تجربه نشه. دوست من، شما که برنامه فهمیم سخن رو دوست دارید به محتوای اون برنامه ویژه توجه نکردید؟ بخش عمده ای از این برنامه روی مسئله عربستان و ایران و روابط منطقه‌ای ایران بود و فکر کرده بود چون داره راجع به این موضوع صحبت میکنه، ترانه هایی هم که خیلی از ما دوستش داریم خب میدارم پخش کنه. ما نه ژاپنی میدونیم نه چینی میدونیم، ما که عربی هم ندونیم، ولی واژگانش آشناتره به گوش ما. الان تو همین برنامه قبل از شما بانوی از برنامه عبدالحلیم حافظ تعریف میکرد. اتفاقا به نظرم این چمتا کار خیلی قشنگی کرد، یعنی خوانندگانی رو از همه جهان گرد آورد، چهرشون رو براتون ترجمه کرد و شما دیدید که وقتی فیروز میخونه چی داره میگه، یا دونه دونه دین مارتین چه میگه. و حالا سری جدیدش هم بعد از این سری که تموم شد میره رو گروه ها و در اونم برنامه ویژه و جالبی خواهد. به هر حال به این دلیل بود که آقای فهمی سخن تمر یه وقتی راجع به ترکیه هست میره آهنگای ترکی پخش میشه یا کردی پخش میشه، اون در واقع مزه برنامه اوست و اون روز اون مزه رو طلب میکرد، بنابراین آهنگای عربی بیشتر بود. ممنونم عزیزم. هموطن بعدی، با سلام و عرض ادب به جناب آقای نوریزاده عزیز، مدیریت محترم تلویزیون پربیننده ایران فردا، کارگردان محترم آقای آرش عزیز، لطفاً این پیام مرا تا بیات نشده پخش نمایید. متشکرم. جناب دکتر، 25 دسامبر تولد پیامبر صلح و دوستی حضرت عیسی مسیح علیه السلام و همچنین گردش سال 2016 میلادی را به شما و پرسنل پرتلاش شما و کلیه بندگان خدا تبریک و تهنیت عرض نموده
امیدواریم همیشه در صلح و صفا زندگی کنیم. آی دکتر، از همه مهمتر، در پایان سال 2015 میلادی خداوند متعال فرزندی به شما و خانواده محترم شما عطا فرموده که باعث شادی شما و همه ما. ما هم این تولد نورسیده را به شما و خانواده محترمتان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده سعادت و سلامت کل خانواده نوریزاده عزیز را از خداوند متعال خواهانیم. فرزند برکت است ای پدر بزرگ. سپاس گذارم. به قول هلندی ها خروت اوفا. از هلند زنگ میزنم. مخلص شما، موفق باشید. درود بر شما دوست عزیزم. من یه دوست نازنین دارم در هلند، آقای طاهری. قبل از اینکه بیام برای برنامه اتفاقا ایشون زنگ زد. چقدر من هلند رو دوست دارم، چه کشور نازنینیه. دیروز میخوندم تو خبرها یک بانوی مغربی رئیس پارلمان هلند شد. ببینید چقدر تفاوت از زمین با آسمون. وقت ما در کشورمون یک ایرانی سنی نمیتونه رئیس پارلمان بشه، فکرشو بکنید. معاون پارلمان هم نمیتونه، رئیس کمیسیون هم نمیتونه بشه، فکرشو بکنید. وقت در هلند یک بانوی مهاجر مغربی هلندی شده، نماینده مجلس میشه، الان شده رئیس پارلمان. یعنی جای آقای علی لاریجانی اونجا نشسته. شما میتونید یه روز توی رویاهاتون فکر کنید که مثلا یک افغانی که اومده ایرانی شده، در ایران به دنیا اومده، بزرگ شده، مجال پیدا کنه مثلا چی بگم، بشه رئیس اداره آبیاری یالغوزآباد. میتونه اصلا فکرشو بکنه، مجلس رو اینا به کنار. میتونه همچی فکر بکنیم که یک هموطن ایرانی کرد ترکمن یا بلوچه یا اهل جزایر جنوب سنی در ایران مثلا بشه چی بگم رئیس جمهور. میتونی فکر کنی عبدالله مهتدی جای آقای مهاجرانی نشسته، کاک مصطفی هجری مثلا نشسته در جای معاون رئیس جمهور یا رئیس جمهور، یا آقای مهتدی نشسته، یا دوستان آقای حسین بور مثلا در یک جای، آقای دکتر ناصر بلیدهی یا اینا نشستن اونجا. خیلی دردناک، خیلی دردناک. ما کجا و اونها کجا. برای تبریکتون ممنونم دوست عزیز من. حقا که هر کدوم از اینا ستارگانی هستن که به شب غربت ما وارد میشن و چقدر من از این بابت خوشبختم. هموطن بعدی. سلام خدمت دستان در کارانه تلویزیون ایران فردا و سلام خدمت آقای علیرضا نوری‌زاده. میخواستم یه صحبتی رو کنم بهشون بگم که آقای دکتر نوری‌زاده، باور نکنین صحبتهای رفتنهای دیدن کردنهای آقای ایشون رو از خانواده مسیحی آب نمیدونم یا اقلیت های دیگر کشورمون، لطفا باور نکنین رفتاراشونو با اینا. تو رو خدا دیگه چیز نباید بازیچه اینجور فیلم های اینا بشیم. ما خواهش میکنم تبلیغ نکنین از اینا در این ماه هایی که نزدیک به انتخابات خبرگان هست و مجلس. اینا دارن از این وسایل استفاده میکنن که دوباره مردم به پای صندوق های رای بکشونن و به نفع خودشون بهره برداری بکنن. خواستم آقای دکتر نوری‌زاده اون تعریف و تمجیدشون رو پس بگیرن از دیدار از خانواده آسوری و خوردن چای و همراه به کیک. تو خدا به داد مردم برسین و نذارین دوباره این اشتباهات هر چند سال یه دفعه، 6 سال، 4 سال، 4 سال یه دفعه دوباره تکرار بشه، دوباره 4 سال یه دفعه، 4 سال دیگه مؤثر اینا باشیم. متشکرم، خداحافظ. ممنونم بانوی گرامی.
من تعریف نکردم، گفتم دیدن تصویر آقای خامنه‌ای در خانه یک هموطن آسوری که فرزند شهید و برادر شهید داشتن منو متأثر کرد، به خصوص وقتی اون بانو بلند شد گفت منم ایرانیم. بعد چه گفتم از آقای خامنه‌ای؟ گفتم اگه پاشید به دیدن هموطن آزرده بهاییم برید، به دیدن هموطن یهودیم برید، به دیدن هموطن زرتشتیم برید، به دیدن هموطن بیدینم برید، همه اونایی که تو این کشور صاحب از این 1,648,100 کیلومتر مربع که این ملک مشاع ماست سهم دارن. اینو من گفتم، هیچ ارتباطی هم به انتخابات نداشت. شما منو تو این سالا نشناختی، من آدم عاطفی هستم، اگر دشمن منم کاری بکنه که ببینم کار به ثوابیست اونو تایید میکنم. این دلیل نیست که من تایید رژیم یا ولایت فقیه یا عملکرد رژیم رو کردم، به هیچ وجه. یه ثانیه، یه لحظه، یه آدم یه کار درستی انجام داده، نمایش بوده، خب نمایش بود. آخه شما آخوندها رو نمیشناسید، شما نمیدونید آخوند در خانه یک آسوری چای و کیک خوردن یعنی چی. شما نمیدونید آقای جوادی آملی در منزل آقای خامنه‌ای چای نمیخوره، چون نجس میدونه چای رو. آقای جوادی آملی میلیاردار رو میگیره ولی چای نمیخوره، میگه نجسه. یا خیلی از این آقایون مراجع منزل هم دیگه میرفتن چای نمیخوردن، چون میگفتن این پول وجوهات رو خرج خودش میکنه. معلومه وقتی من میبینم رهبر جمهوری اسلامی رفته اونجا شیرنی و چای میخوره، حالا تظاهر دروغ فریبه، ولی یه پیام بزرگ داره که اینا همه اونایی که میگن دکونه. روی رستوران ها مینویسن این رستوران مال اهل کتاب است. حتی یهودی باشه، گوشت کوشر باشه که میشه خورد، مینویسن مال اهل کتاب است تو ایران. چه میگویی خواهر من؟ من تعریفی نکردم عزیزم. یک پیام دیگه هم فکر میکنم بتونیم گوش بدیم. آقا با درود و خسته نباشید، قبلا هم من تماس گرفتم از دکتر نوری‌زاده، خواهش میکنم از آقای سید مشتبه واحدی حتما تا قبل از انتخابات استفاده بکنه. ایش کس مثل ایشون جمهوری اسلامی رو نمیشناسه. خیلی ممنون، خداحافظ. دوست عزیزم، من روزی که تلویزیون رو درست میکردم از مشتبه واحدی عزیز دوستم خواستم که همراه و همکار ما باشه. واحدی خیلی کاراشو کم کرده، شما اگه دقت بکنید ایشون در کمتر برنامه ظاهر میشه، گاهی مقاله مینویسه که در سایتش هست و در گویا نیوز ما میخونیم. حتما حتما خیلی هم علاقه دارم ایشون باشن و اظهار نظر کنن. به همکارانم هم خواهم گفت که با ایشون در تماس باشن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت همینجا شما را به پروردگار عاشق می سپارم. به خدا باور کنید در ایران فردا سانسور وجود ندارد.